بازیگران استقلال بهداد حنانوف و منوچهر سفرف باشند با پرسپولیس ایران شرطنامه بستند. تیم استقلال که تحت رهبری سرمربی ویتالی لفشنکا امسال در مرحله گروهی لیگ قهرمان های آسیا شرکت خواهد کرد، هم اکنون برای پرزور کردن حیات داسته در جستجوی فوتبال بازانی ماهر و صاحب اختصاص خواهد شد. شنوندگان عزیز، با امید پیروزی های ورزشکاران تاجیک در مسابقات جهانی و قطعوی و بین المللی، مجله جهانی ورزش رادیوی آزادی را در همین جا به پایان میبریم. من نرزالله لطیف مجری این برنامه برای تان تنسیتوی خانه آبادی و خوشی های روزگار را تمنا دارم. شاد و پیروز باشید. دختر توی باغ دنیا، توی دشت گلها، تو شدی تاج سر. توی باغ دنیا، توی دشت گلها، تو شدی تاج سر. تو عروس دلها، خداوندی که تو کتاب آسمون نوشته، تو نجیب و پاک و نیک سرشتی، با تو زندگی توی بهشته. دختر تاجیکی چه مهربونی، عزیز من یاور و همزبونی. دختر تاجیکی چه مهربونی، عزیز من یاور و همزبونی. میهمانی آزادی، معرفی سیماهای نو صحنه سیاسی و اجتماعی و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه میهمانان آزادی، مجله ویژه رادیوی آزادی. سلام و به برنامه میهمانی آزادی خوش آمدید. من مولا رجب یوسفی مجری و تهیه کننده برنامه مدت 15 دقیقه بعد همراه شما خواهم بود. مهمان امروزه ما امید باباخانوف، مؤسس و سردبیر نشریه از افلوس می باشد. روز 21 ینور از چاپ این نشریه 20 سال سپری می شود. صحبت ما با امید باباخانوف درباره فعالیت این نشریه در شهر دوشنبه برگزار شد. امید باباخانوف 29 نوامبر سال 1962 در شهر دوشنبه تولد شده است. سال 1985 شعبه زبان عربی دانشگاه دولتی تاجیکستان را ختم کرده است. سالهای 1987-1989 خبرنگار روزنامه کمسمول تاجیکستان و بعد از آن دو سال محقق اینستیتوت تحقیقات سیاست تاجیکستان بود. باباخانوف سال 1991 دوباره به کار روزنامه‌نگاری برگشته تا سال 1995 خبرنگار مخصوصی کمسمول پراودا در تاجیکستان بود. همزمان امید باباخانوف از سال 1994 تا 2001 مخبری خبرگزاری اسوسییتد پرس در تاجیکستان بود. باباخانوف سال 1995 خبرگزاری از یپلیسو تاسیس شد که اولین آژانس خبری مستقل در تاجیکستان میباشد. با دنبال تاسیس خبرگزاری، امید باباخانوف سال 2000 به نام آسیا پلاس هفتنامه و سال 2002 رادیو تاسیس داده است. امید باباخانوف عائله‌دار و صاحب 3 فرزند میباشد. محترم باباخانوف، 20 سالگی نشریه از افلوس را به شما و به کل کارمندان این نشریه مبارک باد میگویم. از بلندی این سالها خود شما از کار این محصول خود تا کجا راضی هستید؟ به شکل عموم اگر گویم، ما بسیار افتخار میکنیم که این گونه روزنامه را استحصال میکنیم، نشر میکنیم. چون که دیروز در یک مراجعه به خواننده نوشته بودم، نقل کرده بودم که شماره اول خیلی با یک مشکلات چاپ شده بود، چون که ما تجربه نداشتیم اون وقت. برای همین اصلا باید در اول ینوار باید میبرومد سال 2000، اما از بس که ما تجربه نداشتیم 3 هفته نتوانستیم اون رو، و شماره اول 21 ینوار به چاپ رسید با مشکلات. اما چخیلی که باز گفتم، چخیلی که تاجیکا میگن دیر و یادی خیر و یاد، در مثال ما همین چیز عملی گشت، چون گذیت ما بسیار در یک مدتی کوتاه
خواننده خودش رو پیدا کرد و در دوام دو سه سال هم تیراژ هم رکلام هم چیزی که یعنی که یکی از بهترین گزیتای روز زبان تاجیکستان شد و ما با این افتخار میکنیم راضی هستیم و 20 سالی که گذشت فکر میکنم که این یکی از بهترین روزنامه های تاجیکستان بود و هست. خیلی خوب. سوال دیگر این است که ولی اونهایی که مطالب نشریه را پیگیر میکنند میگویند که از پلوس در سالهای اخیر از دیگر از نشر مطالب تنقیدی سیاسی کنار میرود و بیشتر با نشر خبرها اکتفا میکند. شما به این انتخابهای راضی هستید؟ اگر ها سبب در چیست؟ نه فقط از پلوس بلکه دیگر جورنال دیگر رسانه هایم ایواز شدن در مسائل بررسی موضوع ها چون وضعیت دیگر شد وضعیت سیاسی دیگر شد اون چیزی که ما میتونستیم سالای نیمه 2000 گویم حاضر گفتنش مشکل است و اگر گوید میتونید با مشکلات روبرو شوید و برای همین فکر میکنم که در این دوره ما باید یک موضوعی هستند که باید ما خودداری کنیم یا خیلی خیلی با احتیاط باشیم. آخرهای سالهای 2019 آوازه های مختلف شنیدیم پیش گویا شما میدیا هولدینگ از پلیس رو فروختید و نرخش هم گویا $1 میلیون بوده است. به همین سبب برخی از کار رفتن. تا کجا این گپ ها درست است؟ یکان کس از کار نرفت از با این میشمیش ها با این خبر ها لیکن باید گویم که از اول این نمیدنم که براورده از این آوازه رو لیکن این دروغ بود یکان اساس نداشت شاید من از بس که فرزندانم بیرون از تاجیکستان تحصیل میکردن من هم بیشتر بیرون از تاجیکستان با اویلایم در اونجا بودم شاید سبب پیدا شدن همین آوازه ها همین بود که من کمتر در دفتری کاری خودم بودم شاید همین سبب باشد که همین مشمش ها پیدا شد دیگر یعنی که اساس ندارد ما همینجا کار کرده استادیم و امیدوار زیاد داریم برای آینده نقشه های زیاد داریم انشالله شنیدن که بود مانند دیدن یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی حتماً از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی تیجه آزادی اوهرگی دیدن کنید. پشیمان نمی‌شوید. شما شنونده برنامه مهمان آزادی از رادیو آزادی هستید. مهمان امروزه ما امید بابخانوف مؤسس و صددبیر نشریه از پلوس می باشد. صحبت را ادامه می دهیم. در این 20 سال اخیر که نشریه از پلوس فعالیت دارد نشریه های زیاد پیشتاز سیاسی یا از بازار رفتن و یا مجبور شدند که بسته شوند. ژورنالیستان زیادی هم ترک تاجیکستان کردند. تا کجا فضای سیاسی و جمعیتی برای کار شما و نشریه شما سازگار بود؟ فضا سازگار نیست و این سبب شد که یکی از سبب شد که روزنامه ها محکم شدن بعضی روزنامه ها و جورنالیست یک قسم جورنالیست ها رفتن و سبب دیگر این بود که مشکلات اقتصادی یعنی که نه هر یک روزنامه یا رسانه میتواند در این شرایط فعالیت کند چون که بازار